تو این سالها که در خارج بودی این جوایز خیلی معتبر جهانی به دلیل فعالیتتون در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران دریافت کردید. شما به جز دریافت جایزه چه کار دیگه میکنید در واقع؟ این که نبوده که اونا اکثر اون جوایزی که به بنده داده شده به خاطر فعالیت‌های در ایران و در زندان بوده، نه به خاطر بعد از که اومدم تو خارج کشور. و منظور اینه که به هر حال به شما جایزه دادن. به هر حال مجموعه فعالیت‌هایی که تو این مدت داشتم عمدتاً در چندین حوزه بوده، یکی فعالیت‌های سیاسی بوده، یکی فعالیت در زمینه حقوق بشر بوده، یکی هم مجموعه کارهایی که تو حوزه بینش دینی و اسلام شناسی و نگاه به دین احساس میکردم واجب گفته بشه و اینا کاری بود که من در زندان کرده بودم، منتها به مرور در خارج منتشرش کردم که خیلی هاشم هنوز منتشر نشده. بسیار خوب. در زمینه همین پژوهش های دینی تون شما در واقع به این نتیجه رسیدین که قرآن کلام خدا نیست و معتقدید که زائیده ذهن بشره و امام دوازدهم هم اصولا وجود نداره. در مورد کماکان خودتون رو یک مسلمان شیعه میدونید؟ در مورد قرآن استناد بنده به بزرگان جهان اسلام هستش. ببینید در اسلام ما یک فرقه نداریم، ما متکلمین داریم، اشاعره رو داریم، فیلسوفان داریم و عارفان داریم. متکلمین مسلمان و فقهای ما خداشون پادشاه جهانه، یعنی یک پادشاهی هستش منتها تو آسمان هاست. همونجوری که پادشاه زمینی بر جهان حکمرانی میکنه، اون بر تمام جهان حکمرانی میکنه. فرستاده هایی داره، سخنانی داره، یه در رو تنبیه میکنه، یه در رو تشویق میکنه، پارتی بازی میکنه، دوست داره، دشمن داره. دقیقا یک پادشاه آسمانی هست. این خدای فقیهان مسلمان هستش. اما خدای فیلسوفان مسلمان و عارفان مسلمان، یعنی ملا صدرا، ابن عربی، مولوی، اینا به هیچ وجه چنین خدایی نداشتن. خدای اینا خدای وحدت وجودی بوده، خدای عرفا، خدای صوفیه، خدای فیلسوفان مسلمان. خدای وحدت وجودی خدایی هستش که عین جهان هستش و هیچ موجودی جدای از اون خدا نیست. شما اگه یک سانتی متر موجودی جدای از خدا فرض بکنید، این یعنی انکار بی‌نهایت بودن خداوند. این خدایی که بنده ازش دفاع کردم دقیقا همون خدای ملا صدراست، دقیقا همون خدای ابن عربی هستش. و اونها این تعبیری که این قرآن سخنان خود پیامبر گرامی اسلام هست، سخنان ملا صدرا هستش، سخنان مولوی هستش و سخنان ابن عربی که من اونجا مفصل نقل کردم. به همون معنایی که ملا صدرا، صدر المتلهین، ابن عربی، مولوی، اینها مسلمان بودن، بندم به همون معنا مسلمان هستم. یعنی در مورد امام زمان؟ در مورد امام زمان دو تا نکته رو باید توجه کرد. نکته اول اینه که شیعیان تا قرن چهارم و پنجم ائمه شیعه رو آدم‌های خوبی می‌دونستن. اینا رو عالمان، علمای ابرار می‌دونستن. این چیزی که شیعه امروز میگه که اینها معصومند و اینها علم غیب دارند، این چیزهایی است که قرن پنجم به بعد ساخته شده. در خود دوره‌ای که ائمه ما زنده بودن، اگه کسی این چیزهایی میگفت، ائمه اونا رو مجازات میکردن و اونها قالی خونده میشه. لذا شیعیان اولیه هم دوره ائمه ما و تا چند قرن بعد اینا رو یه آدمهای عالم، بزرگوار، دانشمند پاک میدونستن. همین، نه معصوم، نه واسطه فیض. این نکته اول. نکته دوم، پس از اینکه امام 11 هم فوت میکنن، یک شیعیان یعنی پیروان ایشون به 14 فرقه تبدیل میشن و اینا مدارکش موجود هستش. کسانی گفتن که ایشون اصلا فرزند نداشته، کسانی گفتن فرزند داشته، فرزندشون وفات کرده، کسانی گفتن خود امام 11 هم مهدی موعود بوده و بعدن برمیگرده، کسانی گفتن برادر ایشون امام 12 هم بوده. شما اگه به تاریخ 12 امام نگاه کنید، از حضرت علی تا امام 11 هم تک تک ائمه ما مهدی موعود خونده شدن بعد از وفاتشون. لذا ببینید این اندیشه مهدویت، این اولا در ادیان گذشته بوده، در یهودی بود، در دین یهود بوده که اونا مسیح اومده، در دین مسیحیت بوده، در اسلام هم از همونجا گرفته شده. لذا بر اساس شواهد تاریخی، خصوصا در کتاب مهمی که آقای مدرسی نوشتن، شیعه در فرآیند تکامل، در اونجا نشون داده ایشون که هیچ گونه شاهد تاریخی برای وجود فردی به نام امام 12 هم وجود نداره و شیعیان هم دست از گذشته 14 قرن تا کنون حتی یک دلیل ارائه نکردن که موجودی به نام امام 12 هم وجود داشته باشه. بسیار خوب، متشکرم. آقای گنجی، شما در واقع دنبال یک جامعه دموکراتیک شبیه جوامع غربی برای ایران هستید. در این صورت نقش دین اسلام در ایران چی میشه؟ ببینید، دین از نظر من معنا بخش به زندگی است و کارکردهای اخلاقی داره.
این کاری که فقها کردن این اسلام فقیهانه است. اسلام فقیهانه یک اسلام بزن بهادره که به زور میخواد شریعت رو تو جامعه اجرا بکنه، دست میخواد قطع بکنه، سنگسار میخواد بکنه، تازیانه میخواد بزنه و به زور هم اینو میخواد اجرا کنه. یعنی فقیهان بنیادگرا معتقدن که فقه رو به زور باید در جامعه اجراش کرد و از خشونت هم برای اجرای این استفاده کردن، حکم محارب میدن، حکم ارتداد میدن و این حکمی که میدن. اسلامی که ما ازش دفاع میکنیم اسلام عارفانه است و این اسلام عارفانه به این معنا هستش که معنا به زندگی فرد میانتخه، اتصال وجودی بین خدا و بنده ایجاد میکنه و یک انسان اخلاقی فردیه در واقع. این رابطه وجودی هست بین انسان و خدا، به این معنا این کاملا شخصی هستش. اما یک انسان اخلاقی تو خونش که زندگی نمیکنه، در جامعه زندگی میکنه و ارزش های اخلاقی رو در جامعه ترویج میکنه. اما به لحاظ سیاسی بنده و دیگر روشنفکران دینی دقیقا معتقد به جدایی نهاد دین از نهاد دولت هستیم و یک دولت دموکراتیک به نظر من یعنی دولتی هستش که سکولاره و سکولاریسم در اینجا 5 تا معنی داره. یک، دولت یک نهاد زمینی است نه نهاد آسمانی قدسی نیست. دو، دولت مجری احکام عقل عرفی است نه شریعت. سه، روحانیت هیچ حق ویژه‌ای برای حکومت کردن نداره. چهار، دولت سکولار دموکراتیک دین نسبت به ادیان مختلف بی‌طرفه. خیلی متشکرم اکبر ینجی از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگه. ممنون از شما.